سرنوشت دردناک زهره حمیدی، بازیگر قدیمی کشورمون، از ازدواجش در 16 سالگی تا مرگ پسر جوانش برای مصرف داروهای بدنسازی، همینطور ابتلاش به بیماری سرطان. ما همراه باشید، مروری زندگی این بازیگر قدیمی رو با هم انجام میدیم. سلام سلام، چطوری رفقا؟ به کانال خودتون، کانال میم تیوی، خیلی خیلی خوش اومدید. امیدوارم حال احوالتون خوب باشه و اوضاع به کام باشه. خب خانم زهره حمیدی متولد 8 اردیبهشت ماه سال 1336 در شهرستان عراق است. بازیگر سینما و تلویزیون و تحصیل کرده مقطع دیپلم رشته اقتصاد. ایشون در 16 سالگی ازدواج کردن و در سال 69 وقتی که 33 ساله بودن بازیگری رو با فیلم دلاوران کوچه دلگشا شروع کردن. نام اصلی ایشون زهره ربیعی مطمئن هست و فامیلی حمیدی فامیلی همسرشون هست که بعد از ازدواج با این اسم همه جا خودشون رو معرفی کردن. ایشون در 16 سالگی ازدواج کردن و در 22 سالگی باورتون شاید نشه 4 فرزند داشت. حمید و مهدا در حال حاضر در خارج از کشور زندگی میکنن و دختر دیگه ایشون بیتا هم در ایران زندگی میکنه. یه پسر دیگه هم به اسم حامد داشت که چند سال پیش وقتی که فقط 27 سال سن داشت بر سر ایست قلبی در خواب از دنیا رفت. خودش در مورد مرگ پسرش میگه حامد مانند تمام جوانهای همسن و سالش به فکر سلامتی و تناسب اندامش بود. به همین دلیل درگیر استفاده از داروهای هضم دهنده و عضلساز شد و همین مصرف همین داروها باعث شدش که مشکل قلبی پیدا کنه و توی خواب متاسفانه ایست قلبی کرد. پزشکا گفته بودن که مصرف همین داروهای هضم دهنده و عضلساز باعث شده بوده که روی قلبش تأثیر بذاره و توی خواب متاسفانه سکته قلبی زد و چون سنش خیلی کم بود سکته رو رد نکرد و از دنیا رفت. جالبه بدونید که خانم حمیدی قبل از بازیگر شدن مربی مهد کودک بوده. در این مورد خودش میگه بعد از ازدواج اصلا دوست نداشتم صرفا به خانه‌داری اکتفا کنم. به همین خاطر تصمیم گرفتم مربی مهد کودک شوم. برای همین در آزمون مدیریت مهد بهزیستی شرکت کردم و بعد از قبولی به مدت 2 سال مدیر مهد کودک یکی از دوستانم بودم که در این مدت سر کار داشتن با بچه‌ها برام خیلی جذاب بود. خانم الهام حمیدی اولین بار در سال 69 وقتی که 33 ساله بود در فیلم دلاوران کوچه دلگشا به کارگردانی حسن هدایت شروع به بازیگری کرد. جالب بدونید که ایشون توی اولین نقششون هم نقش اول بازی کردن. اون در مورد ورودش به بازیگری میگه خیلی اتفاقی و تصادفی وارد بازیگری شدم. البته همیشه به بازیگری علاقه‌مند بودم و دوستانی هم در این حرفه و هنر داشتم، ولی خیلی فکر نمی‌کردم به این زودیا قرار باشه بازیگر بشم. در نهایت به پیشنهاد و تشویق یکی از دوستانم به نام خانم منیژه حکمت که الان تهیه کننده و کارگردان موفقی در سینما هستن و مادر پگاه آهنگرانیان وارد این عرصه شدم. اون در مورد مادر بزرگ شدنش هم در سنین کم میگه اگه به جوانای امروزی بگیم که کسی در 36 سالگی مادر بزرگ شده حتما براش باور نکردنیه، چون این روزها سن ازدواج به شدت بالا رفته. جوانای امروزی تازه تو 30-40 سالگی به ازدواج فکر میکنه، اما من در 36 سالگی نوه اولم به دنیا اومد و زندگی من رو فوق‌العاده شیرین کرد. خانم حمیدی بعد از اولین تجربه بازیگریش در سال 71 در فیلم خوشخیال هم بازی کرد تا اینکه سال 74 با سریال کاراگاه وارد قاب تلویزیون شد و اوج شهرتشون رو میتونیم توی مجموعه ها و سریال های تلویزیونی بدونیم که شروعش کاراگاه بود. بازی در سریال بهشت گم شده در سال 75 و سریال تولدی دیگر در سال 77 از جمله آثاری بود که ایشون رو بیشتر و بیشتر چهره کرد. خودش در مورد علایقش میگه من آشپزی یکی از مهمترین علایقم هست. دستپختم هم خوبه. البته اگه واقعا تصمیم بگیرم غذاهایی که میپزم فوق‌العاده میشه. مگه اینکه حوصله نداشته باشم که خب معلومه چی میشه. خودم باقالی پلو و قرمه سبزی رو از همه بیشتر دوست دارم. خانم حمیدی به شدت اهل ورزش و فعالیت‌های فیزیکی است. در این باره میگه قبلا مدام ورزش میکردم. کوهنوردی ورزش دائمی بود و در تیم والیبال هنرمندانم عضو بودم. ولی 2-3 سالی اخیر خیلی کم فعالیت ورزشی دارم، ولی تصمیم جدی دارم که دوباره بخوام شروع بکنم.
چند وقت قبل یه شایعی هم شده بود که خانم الهام حمیدی با خانم زهره حمیدی نسبت فامیلی دارن که این مسئله صحت نداره و فامیلی خانم زهره حمیدی اصلا حمیدی نیست و این فامیلی همسرشون هست. خانم زهره حمیدی خیلی هم اهل مطالعه هست، ولی خب معتقده که توی سالهای اخیر با ورود شبکه‌های مجازی و اینترنت یه مقدار کم مطالعه شده، چون میگه بیشتر اطلاعاتی که نیاز دارم و از طریق گوشی کسب میکنم، ولی همین باعث میشه که کمتر کتاب بخونم. ولی قبلا که کتاب میخوندم کتابهای کریشنامورتی و جعفر مصفا رو خیلی دوست داشتم. گاهی هم الان که فضای مجازی اومده کتابهای صوتی رو در اون فضا گوش میدم. خانم حمیدی کلن خیلی اهل اینستاگرام هم هست و پیجشون خیلی فعال هم هست. چند وقتی بود که خبری از ایشون نبود تا اینکه شب گذشته یه ویدیویی از خودشون منتشر کردن و علت غیبت نسبتاً طولانیشون رو توی اینستاگرام و فضای مجازی به طرفداراشون گفتن. ایشون در مورد بیماری سرطانشون صحبت کردن و گفتن که به علت ابتلاشون به بیماری سرطان پانکراس یا همون لوزالمعده که قسمتی از دستگاه گوارشه، این چند وقت درگیر بیماری بودن و در حال طی کردن روند درمانشون بود. بیماری سرطان پانکراسشون پیچیدگی‌های زیادی داشت و چندین ماه بودش که با مراجعه به پزشکای متعدد، چه سنتی و چه پزشکای متخصص، علت بیماری و دردهای خانم حمیدی رو تشخیص نمیدادن، تا اینکه یه پزشک متخصص با آزمایش‌هایی که نوشته بود تشخیص داد که ایشون متاسفانه مبتلا به بیماری سرطان هستن. ولی خب روحیه‌شون خیلی خوبه و امید دارن که بتونن با این بیماری مبارزه کنن و درمانشون رو به زودی به دست بیارن. قسمت‌های کوتاهی از صحبت‌های خانم حمیدی رو می‌بینیم، می‌شنویم. سلام به دوستان عزیزم، سلام به طرفدارانم، سلام به مردم ایران. میدونم توی این دو سه ماهی که من توی نستا نبودم همه نگران من شدین، همه پیام دادین، لطف داشتین که از حال من با خبر بشین. بله، من متاسفانه دچار بیماری بودم، دچار درد وحشتناک. 3 ماه واقعا درد کشیدم، خیلی دکتر رفتم، چند تا دکتر متخصص، دکتر گیاهی، دکتر سنتی، ولی هیچ کدوم متوجه نشدن که این بیماری و این درد من چیه. تا اینکه یه متخصص داخلی که خیلی تعریفش رو شنیده بودم رفتم پیش ایشون، ایشون با 2-3 بار ویزیت کردم گفت دید که من دردم نمیسته، گفت باید بری سونوگرافی کنی و اندوسکوپی کنی ما ببینیم مشکل از کجاست. که بعد از سونوگرافی و این نتایج رو دید گفتم دکتر هر چی که هست بگو، من نمیترسم. متاسفانه با ناراحتی به من خبر داد که البته خودم به دکتر گفتم، گفتم دکتر هر چی هست بگو من نمیترسم، خواهشاً واقعیت رو بهم بگو. گفت بله، پانکراس دچار سرطان شد. خب رفقا، حتما نظرتون رو راجع به این بازیگر خوب کشورمون و زندگی سخت و پرفراز و نشیبی که داشتن برامون تو بخش کامنت ها بنویسید. هم راجع به ازدواجشون توی 16 سالگی، هم مرگ دردناک و تلخ پسرشون توی 27 سالگی و همینطور ماجرای ابتلاشون به بیماری سرطان و این روزهای سختی که دارن پشت سر میذارن. حتما نظراتتون رو بر ما کامنت بکنید. یک دنیا هم سپاس برای لایک این ویدیو و سابسکرایب کانال. امیدوارم همیشه شاد و سلامت و پیروز باشید. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدارتون. پیشنهاد میکنم در ادامه هم یکی از این ویدیوها رو تماشا کنید.